شیلا خدا داد به اینکه تحریما چه تأثیری رو بیماران و معلولین گذاشته واکنش نشون داده. همین پروتز پایی که الان دست منه، چهارمین پروتز پای محمد مهدی هستش، با توجه به رشد سن بچه پای این باید تغییر کنه، این باید تغییر بکنه. به یه سازمانی که میری میگی حمایت کن، میگه خانم این زیباییه. کجای این زیباییه؟ من نمیدونم. این بچه اگر با این نره راه نره، این زیبایی حساب میشه؟ حالا تو تهیه اینا راحت کارتون شما؟ نه راحت اصلا تهیه میکنید؟ چرا؟ اصلا به خاطر اینکه این پایی که من دستم گرفتم الان تحریمه. آقای ترامپ، آقای رئیس جمهور محترم، آقای روحانی، این پایی که برای بچه منه باهاش میخواد راه بره، چرا باید تحریم بشه؟ من شب عید برای این پا گریه میکردم، گریه میکردم. یعنی اینه که شما میبینید یه لاینره، همین لاینه رو با ارز دولتی که الان تحریم شدیم 7.5 میلیون من همینو. شیلا گفته پای راه رفتن شکلات و لباس نیست که بشه به خاطر تحریم ها یه جوری باش کنار اومد، گوشت و مرغ نیست که بشه نخورد، قرار نبود بیماران و معلولین در تحریم ها شریک بشن. البته فقط شیلا نیست که به تحریم واکنش نشون داده، محسن افشانی هم تو سفری که به ترکیه داشته واکنش نشون داده و از حسن روحانی حسابی تشکر کرده. اومدیم یه خرید شیک انجام بدیم، هیچی نتونستیم واقعا ممنونم آقای روحانی، متشکرم ازت که یه دمپای رو فرشی به پولمون میشد 8 میلیون تومان. یه دمپای رو فرشی ساده چیزی نیست، 8 میلیون تومان ارزون ترینش بود. ایرانی‌ها همه پولدارن. ممنونم آقای روحانی، واقعا مرسی. به نظرم یه بیسکویت بخریم، با یه چیزی بزنیم، با یه کوکاکولا بزنیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینجا. فقط از فضا لذت میبریم دیگه. پارسال باز دوتا میتونستیم بخریم، الان یه دونه هم نمیتونیم بخریم. نه سویل خانوم، خدا بزرگه، خدا بزرگه. آی روحانی. نگار جواهریان و رامبد جوان برای اکران فیلم قانون مورفی به تورنتو رفتن، چه استقبالی ازشون شده؟ کریس هنسورث بازیگر معروف سری فیلم های مارول به خاطر 12 ماه کارهای فشرده که داشته گفته میخواد از بازیگری فاصله بگیره و وقتش رو با خانوادهش بگذرونه، چون فرزندانش در سن حساسی هستن و میخواد پیشتر پیششون باشه. دیروز مراسم اهدای جوایز کانسیل آف فشن دیزاینر آف امریکا در نیویورک برگزار شده. جنیفر لوپز هم جایزه ویژه اسطوره مد و فشن رو از این جشنواره دریافت کرد. اینم در آخر بگم که یه خبر به چشم خورد که تمام آقایون ایرانی دارن میرن آنتالیا. بعد از یه ساعت دلیلش رو فهمیدم، چون جنیفر لوپز قراره تو آنتالیا کنسرت بذاره. شما خبر داشتید؟ کی گفته فقط آقایون میرن؟ خانم ها میرن. من خودم خیلی خبرش دیدم. نه من خودم خیلی دوست دارم. خبر نمیدونم، منظورم اینه که اونو دارن گندش میکنن، ولی خب خانم ها میرن. آره بابا، من خودم به عنوان یک همجنس، یعنی همجنس بیشتر طرفدارشم. آره خدایی، هم خانم ها دوستش دارن هم آقایون. یعنی اصلا نمیشه بگی که خانم ها دوستش ندارن، هر دوتا. گفتن که بگم مرسی. مرسی.